بخش ورزش برنامه زندگی هست و ما امیدوار هستم تا آخر بخش این برنامه تا آخر برنامه با ما همراه باشین. همکارای ما میگیشن داخل استودیو شوخی دارن، به اون خاطر که من تمرکز ما از دست دادم. خب در این بخش برنامه بانو راضیه موسوی و آقای عثمانی را با خود داریم و میخوایم در رابطه با ورزش بالینگ و همچنان مسابقه جام جهانی که دارن در پیش رو در رابطه با این موضوع همراهشان صحبت بکنیم. ما در شروع خیلی خوش آمدید. شکر سلامت. شما خیلی خوش آمدید. شکر سلامت باشید. بانو موسوی، میشه در مورد مسابقاتی که فکر میکنم پیشتر هم گفته مسابقه جام جهانی بالینگ است که تازه برگزار شده، بگوین که تیمای دیگه ای که حضور داشتن و اشتراک کننده هایی که بودن چقدر سطح مسابقات تا چی اندازه بود و چقدر تونستن که نتیجه بگیرن از مسابقه؟ خب ما بعد اول بگویم که مسابقه جام جهانی نبود، یک مسابقه محلی بود در بلخ برگزار شده بود که ما مسابقه را برگزار کردیم و بدبختانه یا خوشبختانه ما اطلاعیه داده بودیم به دانشگاه که محصلین دانشگاه را بتونیم در این تورنمنت داشته باشیم، جذب بکنیم و این بین دانشگاه ها برگزار شود. اما متاسفانه دانشگاه ها با ما همکاری نکردن و محصلین هم معرفی نشد از آدرس دانشگاه. ما این مسابقات را آزاد گذاشتیم و جای بسیار نگران کننده ای بود که ما با وجودی که اطلاعیه داده بودیم تا دخترها هم اشتراک بکنن، ما نتونستیم در این زمینه دخترها را هم جذب بکنیم. صرف یک روز برای آقایان بود که خوشبختانه بعد از سه گیم پی هم حبیب عثمانی مقام اول، محمود صبحان مقام دوم و عبدالحق مقام سوم را کسب کردند. بسیار عالی. فکر میکنم که کسی که مقام اول کسب کرده اینجا با ما حضور دارن. سطح مسابقات تا چه اندازه شما دیدین و ای که بقیه کسانی که با شما این مسابقه را انجام دادن در چه سطح بودن، میشه در این مورد بگید؟ سطح مسابقه بسیار بالا برگزار بود و کسانی که با ما مسابقه یا هم گروه ما بودن بسیار با همگیشان باز بازیکنان بهتری بودن. بانو موسوی، شما کدام مسابقه داشتین که در سطح جهان بوده باشه و یا مسابقات بیرونی و خارجی داشته باشین؟ خوشبختانه بالینگ یک ورزش بسیار جوان است که تازه ثبت فدراسیون جهانی شده. دفعه پیش که ما در برنامه آمده بودیم، ما تازه به خاطر ثبت تشخیص چهرهای برتر زونها مسابقات دایر شده بود که 6 نفر از بلخ، 6 نفر از کابل و 6 نفر هم از هرات برگزیده شده بود که چندی پیش ما مسابقات در کابل داشتیم که خوشبختانه جز یکی از دستاوردهای بسیار کلان ما است که خوشبختانه ما از بلخ قهرمان آقایان را داشتیم، نایب قهرمان دختران را داشتیم و مقام سوم را از آقایان و دختر خانم‌ها از بلخ به دست آورده بود. یعنی در 6 نفری که عضو تیم ملی بالینگ شده بود، 4 نفر را ما در بلخ داشتیم و ما یک محفل بسیار باشکوه هم به این مناسبت گرفتیم. در کنار از او خوبی این مسابقاتی بودش که ما تونستیم راه پیدا بکنیم به مسابقات آسیایی. یک ماه آینده ما یک مسابقه اعضای تیم ما در کویت خواهد داشتن و بعد از انتخابات ما یک مسابقه دوستانه با کشور ازبکستان خواهد داشتیم که اعضای تیم ملی بالینگ اونجا اشتراک خواهد کردن که ما مطمئن هستم پر دستاورد خواهد بود. انشاءالله. و اینجا تقدیرنامه که آقای عثمانی گرفتن با ما هست، میشه که همکار ما تصویرشان هم برن. و شما قسمی که بانو موسوی گفتن یک ورزش نوپا است، ورزش بالینگ، آیا جای مشخص یا مکان مشخصی هست که کسانی که علاقمند به این رشته هستن اونجا تمرین بکنن و یا کسای مسلکی هستن که با عنوان استاد یا مربی آموزش بدن به علاقمندان این رشته؟ بله، با ورزش بالینگ که در مزار موقع هستن، استاد عبدالله که مقام اول از هان خود کرد، استادی است که ما خودمان پیشان تمرین کردیم و هستن که تمرین بتن. بله. بانو موسوی، همه قسمی که گفتین شما نتونستین در دور مسابقاتتان بانوان جذب بکنین و ما مطمئن هستم بانوانی هستن که علاقمند به ورزش بالینگ هستن، چی برنامه های روی دست دارین بخاطر اینکه بتونین همو اعتماد و باورمندی اونا را جذب بکنین تا اینکه بیاین و اشتراک بکنن در این ورزش؟ ببینین، بالینگ با مثل دیگه ورزش ها متاسفانه یک ورزش پرهزینه هست.
یعنی هر وقتی که یک نفر بیاید باید ورزش بکنه پول بپردازه و حداقل در یک روز تمرین مجبور هستن پول بسیار زیاد بپردازن تا تمرین بکنن. همین مسئله یک کمکی دخترها کمتر میتونن علاقه بگیرن چون مجبور هستن پول بپردازن، گرچه بولینگ شمال تخفیف ویژه‌ای را بر دخترها قائل شده، اما ما به دلیل از اینکه ما باشگاه دولتی نداره، به دلیل از اینکه دونرهای دولتی و غیر دولتی ما حمایت نکرده دور مسابقات، ما مجبور شدیم که شرایط مسابقه را یک مقدار پولی را قرار بدیم تا هر کسی که در این مسابقه میایه هزینه ای را بپردازه و ثبت نام بکنه. من هم میدونم شاید یکی از دلایلی که دختر خانم ها جذب نشدی بود که ما یک مقدار پولی را به خاطر ثبت راجسترشان قرار داده بودیم، ولی من میخوام با افتخار بگویم که مسئولین بالنگ شمال، کسایی که در رأس بودن، خوشبختانه اونقدر با ما همکار بودن که ما در دوره‌های پیش از هیچ بازیکنی پول نگرفته بودیم به خاطر از اینکه ثبت تیم ملی انتخاب میشد، اما این دوره به دلیل از اینکه یک تورنمنت آزاد بود ما یک مقدار پول خواسته بودیم از کسایی که اشتراک میکردن و خوشبختانه با وجود از اینکه ما نتونستیم از فدراسیون از کابل کسی را داشته باشیم هیئت تی بی ای، ما به تنهایی تونستیم در بخت بسیار خوب برگزار بکنیم این مسابقه را و دستاورد خوبی داشته باشیم. بله، نظر به اینکه گفتین دونر وجود نداره که مشخصا هزینه ای که در یک مسابقه از بولینگ پرداخته میشه او را اونا حمایت بکنن، برنامه مسابقات خارجی که شما نام گرفتین در کشورهای کویت و ازبکستان قرار است برگزار شود و تیم بولینگ افغانستان قرار است اونجا مسابقه داشته باشه، چگونه به این مسابقات خواهد رفته؟ خب ما همونطور که در آغاز گفتم ما ثبت فدراسیون جهانی هسته، یعنی مسابقات جهانی را ما دولت مصارف ما را میپردازه، اما در مسابقات داخلی مثلا وقتی ما همین مسابقه را برگزار کردیم از فدراسیون هیچ کسی نتونست بیایه به دلیل از اینکه ما ثبت تربیت بدنی نیستیم که مصارف داخلی ما را بپردازه. ما در مسابقات داخلی مجبور هستیم که خود ما همی برنامه را برگزار بکنیم، اما در مسابقات خارجی و بین المللی دولت حمایت میکنه و ما به حمایت دولت در مسابقات اشتراک میکنیم. ما خواست ما ای است به عنوان ای که همیشه ورزش حرف اول را در دنیا زده، حتی سیاست هم پیشتر است. خیلی دوست دارم که تجارت پیشهای ما، سیاست مدارای ما بیاین یک کمکی چشماشون رو باز بکنن و امی فاصله ای که بین مردم و ورزش هست را از بین ببرن، ورزشکارای ما را حمایت بکنن تا ورزشکارای ما بیشتر بتونن توانمند شون کار بکنن. شما باور به خدا بکنین که در کابل ما 5 باشگاه بالا داریم و در بلخ صرف یک باشگاه داریم در تمام زون شمال. ببینید که چقدر تفاوت هست که ما از بلخ 4 نفر را به تیم ملی راه پیدا میکنه و از کابل تنها 2 نفر. این بسیار دستاورد کلان هست اگر ما یعنی به او افتخار قرار باشه بکنیم، ولی چرا کابل با اوقدر یک فضای مناسب با اوقدر فرصت ها کمتر میتونن اشتراک بکنن، کمتر میتونن موفق باشن؟ من فکر میکنم راز موفقیت مایی بوده که ما منسجم بوده، ما هم دیگر حمایت کرده، ما در تمرین ها پشت هم قرار گرفته و مسئولین بالنگ که جا دارم از نقیب مهراین و خلیل مهراین سپاسگزاری بکنم یا تیم ملی بالنگ بلخ را اقدر حمایت کردن که امروز ما با افتخار میتونیم بگوییم که بالنگ بلخ حرفی برای گفتن نه تنها در افغانستان بلکه در بیرون افغانستان هم خواهد داشت. با امید موفقیت های هرچه بیشترتان و این تقدیم نامه هم فکر میکنم از آقای عثمانی هستن و از اون مسابقه که داشتیم برسن. بله، میشه که همکاری ما تصفیرشون بگیرن و خانم موسوی میشه که گفتنی های اخیرتون از شما. بسیار خوب، ما به عنوان آخرین گفتنی ها یک بار دیگه تاکید میکنم که ورزش یگانه راهی است که انسان را بین همه محبوب میسازه. قبول دارم که ما به عنوان ورزشکار شاید اما قدر که طرفدار داشته باشم کسایی است که از من انتقاد میکنن، کسایی است که ما رو دوست ندارن، ولی قرار نیست این انتقاد ها صد راه پیشرفت های ما باشه. پیام ما بر هموطنان عزیزمی هستش که ورزش یگانه راه برای موفقیت سالم هست، پس آستین هایتون رو بر بزنین، به هر ورزشی که علاقه مند هستین تلاش بکنین، همت داشته باشین تا بتونین حداقل همون قدر باعث افتخار شهرتان و بعد از او هم باعث افتخار کشور عزیزتان باشه. بدون شکل ممنون از حضورتان. ممنون وقفه داره.